سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیناپس هستم، ویدیوی پنجم آموزش فلسک در خدمت شما هستیم. جایی که تا به اینجا اومده بودیم این بود که یه فرم درست کردیم و اطلاعاتش رو فرستادیم. این صفحه آخرین مرحله ای هستش که ما تا بهش پیشرفت کرده بودیم و کل کاری که میکردیم این بود که این داده ها رو همینجا نشون میدادیم و به شما گفتم که میتونید به جای اینکه اینجا نشون بدید به یه دیتابیس بفرستید ذخیره بشه، یا اینکه به عنوان یک ایمیل بفرستید. کاری که امروز میخوایم بکنیم یه خورده متفاوت هستش و اون کار کردن با سشن ها هستش. سشن ها برای حالا چک کردن لاگین و اینجور سیستم ها مورد استفاده قرار میگیرن. خود سشن و کوکی خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن. گاهی اوقات حتی خود منم واقعا قاطی میکنم که سشن باید چه جاهایی استفاده بشه، کوکی چه جاهایی استفاده بشه. حالا کوکی که قضیهش به عنوان یک دیتابیس کوچیک متفاوت هستش، اما نمیخوام توضیح بدم که سشن چی هست. کل استفاده ای که من ازش میکنم اینه که یه دیتاهای خیلی کوچیکی رو توش ذخیره بکنم، مثل یوزرنیم رو، مثل پسورد رو، اینکه چک بکنم که آیا یوزرم لاگین شده یا نه. همین. اینجا من نمیخوام یوزر لاگین کردن رو به شما یاد بدم یا نشون بدم، چون خودش یه قضیه کاملا متفاوت داره. نمیدونم پسورد هش کردن داره از این صحبت ها. کاری که من میخوام توی این ویدیو براتون بکنم این هستش، من این مکسم رو دوباره بستم. کاری که میخوام بکنم این هست که میخوایم یه جورایی با سشن کار بکنیم که ساده ترین حالت کار کردن با سشن باشه. خیلی خب، ما اول از همه باید ایمپورت بکنیم. بنابراین سشن رو کجا هم گیر کرد؟ خب سشن و ریدایرکت رو چون میخواییم این دوتا کار بکنیم، این کار رو با حال میخواییم انجام بدیم. موقعی که میخواید از سشن استفاده بکنید یه دونه app.config هم باید بسازید. app.config این هم آدم میتونه یادتون باشه که نکته قشنگی هستش. سیکرت کی، یعنی سیکرت کی باید درست بکنید، مساوی هستش با مثلا حالا هر چیزی من میزنم you'd never guessed it. یه دونه از اون علامت ها میذاریم که دیگه عمرن کسی بتونه این رو حدس بزن. خب این کل کاری هستش که نیاز هستش ما انجام بدیم. یه دونه سیکرت کی باید حتما درست بکنید برای اینکه این بتونه استفاده بکنه. بعد از about من میام یه حالا بذارید یه خورده فضا باز بکنیم. خب app.roles یه دونه لاگین درست میکنم. خب و def لاگین، حالا اینکه این چیکار میکنه رو ما فعلا کاری نخواهیم داشت. یه دونه دیگه درست میکنم به اسم app.roles لاگین ساکسس، اگر ساکسس رو فکر میکنم که اونجور نوشته میشه، دف لاگین ساکسس، این رو هم پس میکنم و در نهایت یه دونه دیگه درست میکنم به اسم حالا app.root لاگ اوت و هم دف لاگ اوت، این رو هم پس میکنم. با این تفاوت که خب این دوست عزیزمون یه دونه methods داره، methods مساوی هستش با get و post. خب پرانتزش رو هم میبندیم براش. صفحه لاگین من نمیخوام که کار زیادی بکنم، چون میخوام عرض کردم میخوام چیز جدید رو بهتون یاد بدم. حالا چیزا خیلی جدیدی هم نیست، عجیب غریب هم نیست، مطمئنا خودتون میتونستید حدس بزنید. اینو تایتل میذارم برابر با حالا مثلا لاگین پیج، اوکی، و در نهایت هم ریترن کنر رندر تمپلیت یه صفحه به اسم حالا لاگین دات اچ تی ام ال و همراهش هم بفرسته به عنوان تایتل مساوی است با تایتل. کل کاری هست شما میخوایم بکنیم و من بریم صفحه لاگین رو درست بکنیم تا یادمون نرفته که جریانش از چه قرار هستش. لاگین.html
خب کار دشوارمون همه قسمت تکراری هستش که همیشه باید بنویسیمش، اکستند میکنه، اکستند لیوت دات اچ تی ام ال. بلاک تایتل بلاک، بعدش ما دوباره داریم بلاک کانتنت اند، آره امداش درست هست، و در نهایت اند بلاک. خیلی خوبه برای اینکه چیز رو قاطی پاتی نکنیم. یه دونه اینجوری فقط تایتل میخواییم که داشته باشیم که اون هم برابر هستش با خود تایتل که بهمون داده میشه توسط دوستان. رو من ذخیره میکنم. ما یه دونه فرم میخواییم که اسمش حالا مثلا باشه لاگین، و فعلا همین، ما فعلا همین رو میخواییم. اکشنش برامون مهمه، اکشنش میخواییم برابر باشه با مثلا URL for login success. خب پس این برابر باشه با login success. من فکر کنم که اسمش login success بود دیگه، درسته؟ آره login success، چون اسم چیز رو میخواییم بذاریم بعد این. خب login success و بذارید یه متد رو هم همینجوری دیگه استفاده بکنیم دیگه. متد مساوی هستش با به قول معروف پست. خیلی عالی. خیلی ما دوتا اینپوت میخواییم. من یه دونه دارم اینپوت رو، دوتاش رو میخواییم دیگه. گفتم نمیخوام چیز درست بکنم، یوزر نیم میخوام درست بکنم. آره این نیم میذارم، مثلا یوزر نیم هم نمیذاریم، میذاریم نیم و ولیوش رو هم میذاریم انتر یور نیم. خب این یکی هم دیگه بنابراین میشه، حالا این میشه سند، نمیذاریم سند و تایپش که باید سابمیت باشه، و نیم رو هم الان باز دوباره میذاریم سابمیت. فکر میکنم که فرممون کارش تکمیل هست. البته برمیگردیم صفحه اصلیمون. پس توی لاگین اون فرم سن میشه میاد به این لاگین ساکسس. خب بنابراین توی لاگین ساکسس ما داریم if request dot method مساوی هستش با، خب شما دیگه این تیکار رو دیگه میدونید دیگه، request مساوی هست با این قضیه. ما میگیم که سشن مثلا نیم مساوی هست با request dot form نیم، بنابراین اون بخش نام فرمه رو میاریم، و بعدش هم سشن لاگ این رو میذاریم برابر با ترو، و در نهایت من ریترن میکنم ریدایرکت یو آر ال فور ایندکس رو، بنابراین کاربرم رو میفرستم برای ایندکس، و این رو خب کارم تموم هست. بذارید نقشه لاگ اوت رو هم اون بالای دونه else هم میتونستیم براش بنویسیم، ولی خب فعلا کاری با elseش نداریم که اگه پست نبود مثلا get بود ریدایرکتش چی باشه. حالا میتونیم مثلا مال get رو اصلا کلا پاک کنیم که فقط پست بگیره. این کارم میشه انجام داد. حالا ما به این شکل این کارو میکنیم، ببینیم که اگر به قول معروف فقط چیزش پست باشه چی میشه. ممکنه که ارور بگیریم، ممکنه هم از که ارور نگیریم، نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. اوکی سشن
اولا نیم رو بذارید دیستروی بکنیم، میذاریم نام و بعد هم سشن لاگ این رو برابر با فالس میکنم. خب اینم از این بکنم که بخش لاگین هم اینم درست شد، صفحه لاگینمون هم درست شد. بریم به ایندکسمون. خیلی خب، بریم تمپلیت ایندکس رو درست بکنیم. تمپلیت اصلا چرا ایندکس، بریم لیوت رو درست بکنیم. خب اوکی، ما تا اینجا اومدیم، بذارید اینجا یه کاری بکنیم. می‌نویسیم که if اگر session dot login، فکر کنم لاگین رو اینجوری نوشته بودیم، مساوی بود با true. حالا میتونستیم اینجوری هم مثلا همین سشن لاگین رو بنویسیم، اما خب حالا دیگه نوشتیم بی خیالش. اگر که اینجوری بود برمون چی کار بکن، اگر اینجوری بود بزن که L I A URL for. خب اگه لاگین شده بود URL for log out رو بذار، log out. خب URL for log out و بعد متنش هم این باشه که مثلا خروج. اوکی من یه دونه هم حالا باید براش چیز بنویسیم دیگه، یه دونه and if براش میزنیم. ببینم یه چیزی هستش که دارم امتحان میکنم ببینم انجام میشه یا نه، اولین بار هستش که دارم این کار رو میکنم. پس اگه لاگین بودیم خروج، و اگر باشه حالا میتونیم else بذاریم. آره میتونیم else بذاریم. پس اینو میکنم، حتی میتونستیم جا به جورتون بکنیم اینجا، حالا جا به جا نمیشه. خب پس این رو میزنم else if اگر برابر با ترو بود اون کار رو بکن، اگر برابر با فالس بود این دقیقه ویدیو رو ضبطش رو متوقف میکنم، یه نفر داره در میزن. خیلی خوب، ما یه دونه انکور میخواییم که این بار میخواییم که URL for برای اگه فالس باشه ما میخواییم که لاگین رو بگیریم دیگه، لاگین و متنمون هم باید ورود باشه دیگه، ورود. اوکی خیلی خوب، حالا تا اینجا رو ببریم تست بکنیم ببینیم که چجوریه جریان. بریم صفحه اصلی، اولا سرورمون قطع شد، ببینیم ارورمون چی بوده، کجا رو اشتباه نوشتیم. این برای سینتکس لاین 32 فایل دات پی وای. خیلی خوب، لاین 32 این چرا اینجوریه. خب لاگین رندر تمپلیت لاگین دات اچ تی ام ال ها متدز مساوی با پست. اینو بذارید همون حالت عادیش رو بذاریم، گتس باشه و پست. خب اینو ببینم که ارورش حل میشه یا نه. خب دف لاگین ساکسس لاین 34. خب اون مشکلشی بود چرا پاک کردم لاگینم بود. این ولی سینتکس دف درسته که مشکلشی این دو تا پرانتز بعد بگیر. خیلی ببینیم بار اوکیه. آره خیلی ممنون. 5
unexpected error, ginger something, and if بریم این بر ببینیم که چیکار کردیم. یه دونه باید and if میزدیم درسته که ما یادمون رفت. and if توشون که مشکلی نداره سرور، ببینیم که این درسته. خیلی یه دونه صفحه ببینیم الان که ما هیچ لاگین نیستیم، صفحه ورود داریم. اوکی بریم ببینیم صفحه ورودمون کار میکنه نه. خب من میزنم میسم، سند رو میزنم، خب شد ورود اما نشد خروج. خب چرا نشد خروج؟ بذاریم رو بکنیمش الیف، الیف سشن دات لاگین مساوی بود با فالس. خب حالا میشد چیز گذاشت ولی خب حالا اینو انجام بدیم. چیزش درست بود، پس اون تیکش درست بود بنده خدا، السش درست بود. ما خروجمون کار نمیکنه، پس if session dot login مساوی بود true. مگه لاگین رو true نکردیم؟ لاگین مساوی با بذاری رفرش بگیریم ببینیم چی میشه جریانش. باز دوباره ورود رو بهمون میده. بذاری چیزی رو تست بکنیم، سیناپس رو بزنم بفرستیم. خب این دوباره وروده، ولی بیاید یه کار دیگه ای بکنیم. بیاید این اینجا بعد UL ها بنویسیم که یه دونه، حالا مثلا جای همین H1 ها من یه چند تا چیزو پاک کنم. خب به جای این بیت بنویسیم چی گذاشته بودیم، نیم. خب بیت بذاریم نیم ببینم نشون میده یا نه. اینجا اسمم ایندکس پیج نیم رو نذاشت، عجیبه. خیلی خب پس اون ست نمیشه به عنوان ترو. اینجا مشکل نداریم، این لاگین ساکسس رو داریم. ببینیم آها اکشن فرممون درسته، فرم لاگین. خب اکشن یو آر ال فور لاگین ساکسس، متدش هم که پسته. ببینیم اولا اون چیزو درست میفرسته یا نه، یوزر نیم رو درست میفرسته به صفحه پیج ورود یا که نه. ما یه دونه اینسپکت میزنیم نت، یک کلیر الکی، یه دونه سند. خب اینه که پست که کرد درسته، سیناس رو پست کرد، ولی پس سشنمون داره درست کار میکنه. اینجا ما هیچ مشکلی نداریم. بذاریم اصلا این صفحه لاگین رو ببندم. خب حالا ما داریم و این صفحه، اگر ریکوستمون مسابقه ترو بود سشن نیمش برابر با اون باشه، لاگینش ترو. خب اگر که سشن دات لاگین مساوی با ترو بود، بذار اینو بکنیم if session login ببینیم که اینجا درست میشه یا که نه. آها الان درست شد، ما اون چیز رو نباید میذاشتیم. الان درست، اگه بزنیم خروج میاد صفحه اول دوباره فکر میکنم،
خب لاگات وی فانکشن دیدن ریترن ریسپانس. اوکی بریم ببینیم که مشکلمون چی بود. خب لاگات آها این هیچ کاری نمیکنه، بنابراین ما این رو میخوایم. ما خراب کردیم. خب بیایم تمام این رو کپی بکنیم. خب ببینیم که صفحه لاگوتمون درست کار میکنه یا که نه. خیلی خب ورود داریم. اگه ورود رو کلیک بکنیم میایم به این صفحه. اگه یه چیزی رو وارد بکنیم که سند بکنیم میریم اینجا و این دکمه خروجمون هم کار میکنه. ببینم که ما قالبمون داره کار میکنه یا که نه. نیم رو بذار تبدیل بکنیم به session.name. ببینم که الان درست میشه که نه. سیناپس. خب همه چیز اوکی هست. میتونیم همینجا هم مثلا یه دونه if بذاریم. بذارید این رو کپی بکنم. if این بود and ifش هم که میشه این. خب این از این حالا بیاید کوچیکش بکنیم. مثلا بذاریم h3 و این رو بذاریم اصلا بذاریم های فلانی الهای این کسی که هستی و یه دونه هم از اینا بذاریم. خب بله اینجوری یه دونه دکمه میذاریم یه دونه F5. سلام فلانی که وارد شدی و اینم از صفحه مربوطه. ببینیم تو بقیه صفحه هستش یا نه. دیگه داریم مستر پیج داریم درست میکنیم دیگه. خب اینم از این اینم از این و اون صفحه خروجمون هم که دیگه نیست. خیلی خب خیلی خب کارمون درست شد. کار کردن و سشن به همین قشنگی و سادگی بود که دیدید. مشخصا اگه شما بخواید صفحه لاگین درست بکنید باید برید از دیتابیس چک بکنید. اولا پسوردی که براتون کاربر میفرسته رو هش بکنید، برابر بکنید با اون پسوردی که تو دیتابیستون دارید، ببینید که یوزر و پسورد وجود دارن درست هستن یا که نه، و اگه درست بودن میتونید یه دونه سشن بذارید این لاگینه رو ترو بکنید و بعدش برید جلو. فکر نمی‌کنم چیز دیگه‌ای مونده باشه که بخوایم تو این ویدیو بگیم. تو ویدیو بعدی سعی می‌کنم که یه جورایی به قول معروف کوکی ها کار بکنیم و ببینیم که جریان کوکی ها از چه قرار هستش. خیلی ممنون از اینکه تماشا کردید. ویدیوهای من رو لایک بزنید، سابسکرایب بکنید چه اگر آپارات می‌بینید و چه اگر دارید توی یوتیوب می‌بینید. مخصوصا توی یوتیوب حتما هم سابسکرایب بکنید هم لایک بکنید. خیلی ممنون از شما و فعلا خداحافظ.